بچه ها سلام، خوبین، خوشین، سلامتین، خیلی خوشحالیم در خدمتون هستیم. به به، دوباره آمد فصل بهاری. خوبه، میتونیم پنجره ها رو باز کنیم. آقای برای مگس میاد تو. مگس میاد تو؟ آره دیگه، مگس رو در اومده. خب بعضی ها مگس نیست. میتونیم پنجره ها رو باز کنیم، نفس ولی توری داشته باشه دیگه، توری داشته باشه ابنت. حالا میتونیم پنجره ها رو باز بکنیم، نفس عمیق بکشیم از این فصل قشنگی. آقای ماجی، دود زیاده، گلو درد میگیر آدم. خیلی عمیق نه. آره خب، ولی همه جا که اینجوری نیست. نگاه بکنیم، چشمامون رو بشوییم، ببینیم زیبایی هایی که وجود داره، پرندگان و پرنده. یا خیلی دیگه نمیاد که همه ساختمون نیمه کاره، ستونا رفته بالا، آهن آهن آهن، نصف کاره ول شده، چلاق هم دیگه نمیاد. خب بله، بل بالاخره جایی هست که خیلی قشنگه. از عطر گلها مشاممون رو عطراگین کنیم، اگه نکنده باشه. الان وقتیه که گیاها دارن رشد میکنن، بزرگ میشن. اگه آب بهشون بدن. بذار خودت، من یه چیزی بگم آخه. بگو، ما کاری نداریم. حالا اصلا گیاه و پرنده هم نه. میتونیم در خونمون رو باز کنیم، بیایم بیرون. همون دم در کوچه میشه نشست و به این رفت و آمد آدم ها نگاه بکنیم. آقای ماجی، خب موتوری تو پیاده رو میاد پای آدم رو زیر میکنه، پای آدم میشکنه که. خب یه جایی بشینیم که موتوری رد نمیشه. همه جا میشه. خب همون دم در خونمون که دیگه موتوری تو پیاده رو موتوری میاد دیگه. خب موتوری نیاد، موتوری تو پیاده رو نیاد. میاد. میتونیم به رفت و آمد آدم ها نگاه بکنیم. و آدم بدتر قصه میخوره. چرا؟ بالاخره چه قصه ای به آدم ها داریم نگاه میکنیم؟ گرفتارن، داره یکی میدوه، یکی با خودش حرف میزنه، تون تون راه میره. خب همه که اینجوری نیستن پسر خاله. بله همه نیست. یعنی به نظر شما هیچ چیز قشنگی وجود نداره؟ چرا، همه چی قشنگه، مگه بده اینایی که گفتیم؟ آه اینا خوبه؟ بله همینه دیگه. همینه که هست؟ بله همینه که هست. میگه پسر خاله حرفش اینه، میگه الکی تعریف نکنیم، همینا که هست قشنگه، خوبه. خوبه دیگه، من چیه؟ خاطره است، همینایی که الان داریم، همین چیزهایی که داریم میبینیم. فرمانه که آقای مهیری. بله. من برم پنجره رو ببندم مگر. فتفار به این سال. بله. هر روزتان نوروز. چی شده؟ چی شده؟ فامیل دو کسی چیزی شده؟ این وایده رو یادی داریم بخریم بیرون. چی شده میگم؟ منو چیز کردی یا چی شده؟ آقای مهیری چقدر سخته، بعضی ها چقدر سختی میکشن. بعضی ها سختی میکشن؟ مهیری رو یادی میخریم و ندارم. کیا سختی میکشن؟ الان بگم بیاد. بگو بیاد، کسی مشکلی داره بگو بیاد. نه کمکش بکنی. میگم ببخشید آقای مهیری. بیا بیا تو عزیزم، بیا بیا اینجا. فقیرم، غریبم، کمک کن، نمیرم. دوباره ایشون اومدن. تو خوبی، تو پاکی، بزرگی، سیبیلو، کمک کن، نمیرم. ایشون این کارو میکنن دیگه، هرچی هم نصیحتشون میکنیم این کارو ادامه میدن، نمیدونیم هم چیکار بکنیم. حالا خوب هست؟ تورم گرونه، زیاده. باور میشین زغال و اسپند چقدر گرونه؟ زغال و اسپند برای شما یه روزه. گرونه. خیلی درست میشه، همه چی درست میشه. حالتون خوبه؟ عیدتون مبارک. عید شما مبارک باشه. خوب هستین؟ خوش گذشت. عید کجا تشریف داشتین؟ عید که جای خاصی نبوده، ما همین به بدبختی خودمون پاریس و میلان و سوئد و کوپنهاگ، نیویورک، دبی و چقدر سختی کشیدید تایلند که دو
رفتین اینجا؟ دودارم گرونه یوروهم گرونده. آره بفهمم، میفهمم چی میگی، میفهمم سخته. خیلی سفر بعدی داشتین اینجوری که میگین همه جا رو رفتین گشتین ولی خیلی سخت گذشته. آره خیلی، همه چی خیلی. تو پولی، تو خوبی، بله بله، تو ماهی، بله. تا ندی نمیرم. تا نگیره نمیره از اینجا. آره بله. ببینم بچه ها چطورن، پسرت خوبه؟ پسرم آره خوبه، خوبه، خوبه. چوبسکیش گرونه، جزیره، جتسکی، گرونه، پسرم، رینگسپور، ماشینش، گرونه. فامیل تو چرا چیز میگون؟ اینجا شو گوش کن، اینجا شو گوش کن، از گوش بده ببین. دخترم، امله، دماغش، گرونه، جهازم، نداره کلاس زبان، گرونه، پیانو، نداره شلوارچی، میخوادش، گرونه. بذار من یه چیزی بدم این بره، بدبخت شده. این چیزی به دست شما هیدن نمودی که رو نگه هرچی داشتم دادم. بیا اینو بش، بیا یه بش بده. آخه این مهم برم به دستم به ایجا بگیری. ای بابا، ای بابا، یه بگی برو، یه برو، این چیه؟ کمیدون چی چی آلمان من چه کنم برم؟ بگی نایم نداره بگی. نه نه کمی بذار جیبه تعارف نکن. نه بابا تو رازم داری بگی. کمی بابا بی ویلای دوبیم کوچیکه، کوچیکه. ندارم ما توی خونه به بزرگی دیگه میکنیم این جای کوچیک بازه دیگه. دولفینه تو دوبهیو میگه. استخرم جاش تنگه، پنتاوسم شارجشون گرونه. ای بابا خیلی شلوغه، خیلی سختی کشیده. مترم شلوغ شده. خیلی خیلی سختی کشیده، خیلی اذیت شده معلومه. آره ترافیک. اینا رو شما دیدین. شلوغه. هوای دوبه. چه گرمه. به جزر قناری خوبه. خیلی خوب. تشریف ببرین. حالا باز در خدمتتون هستیم. بیاین که شما سر بزنید. دو هفته دیگه بیا. آقای مایری حقوقم برای که وارث کرد. چی میگی فامیله؟ این کمه، کمه. شما بفرمایید دیگه. گرونه. فقیره. شما قسمت بعدی برنامه رو ببینید، من ببینم چیکار میتونم بکنم. این تا نگیره ولکن نیست. نمیرم. به هر کسی نمیشه کمک کرد. به هر کسی. نمیرم. کمک کن. نمیرم. ببینم تعطیلات خوش گذشت؟ هر بر نمیریزم که نه. دولارش گرونه. یوروش گرونده. آقا مهیر من اصلا در چشمم به زیر دستان بسته بوده بوده بیره نگه فکر بگره آمین روادی دشینگن نمیرم. ما همه اینه فکر افقای روشه رو خودم بده بسته نگه 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 بسته هوای شما قسمت برجونه. خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم. نمایش داریم، یک نمایش خارجی که توسط بچه ها اجرا میشه، یک نمایش با نام راز پیچیده در یخچال. توجه بفرمایید. و اینک نمایش راز پیچیده در یخچال یا خشم همسایه با شرکت من فامیل دور در نقش هتل رو مسافر که هتل میره زیاد. این جانب آقای همسده در نقش ارکول پواغو منامی کارگاه ساکن هتل. این جانب جیگرم در نقش لیدی جیگر. من آقای کلاغلمزی در نقش سر بازرس. این جانب پسر امزابی باشم در نقش یک مسافرم در هتل که با شوهرش کشته میشه. خوب 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 سر بازرس. هی
گزارش میدیم بیدیم کاکو بیدیم جریان چی چی هست بله آقای پوگانو جورو بگر با دیشت توی هتل توی اخچال یه شوهر این خانوم پول داره به قتل رسیده شوهر هم زنوزش تو؟ پس شوهرش به قتل توی هتل چه ساعتی؟ 12 شب 12 شب ما خودم اونجا بودن شاهدن شما پس خودتون حضور داشتید نه ما پشت دیفار بودن حالا به موقع به خود شما رسیدگی خواهد شد اکشان نداره نگران نباش تا وقتی ارکول پارو توی هتل وست و یعنی من این فهمم که شاهد اول کی؟ خود زن مقتول صدا بکن بیاد جریان زن مقتول خودش بیا زن مقتول بیا خانم خانم خواهش میکنم خود کنترل بکن و به سوال من دارو جواب بده شوهرم شوهر شیرینم من از مرگ شوهر شما خیلی متاسفم ولی وظیفه من چیز دیگه ایجاب کنه خب ککو بگو بینم شوهر شما چند وقتش بود شوهرم همون روز پخته شده بود بس شوهرت همون روز پخته شده تازه بود بس شوهرت کجا به قصد رسیده کجا به قصد رسید شوهرت همون وسط خود یخچال وسط یخچال؟ ببخشید زن وقت شوهر شما چی چی هست؟ شوهرم خیلی شیرینه شوهر شما وسط یخچال به قصد رسیده تازه پخته شده بوده و بسیار دورش کاکایویی دورش کاک شوهر شما یک کیک هست سلولای خاکستری به کوکی برداشت کرد این نهمی شوهرم بود همه رو من خودم کشتم این یکی رو من نکشتم کاکو منامی اصلا نگران نباش سرباز راست هی متهم بعدی رو اظهار بکنی جونی بیش من بگم به این خانوم تا چند وقت دیگه پوارو دست قاتل رو میذاره تو دسته نگران نباش مبارکی میمانه تا چیزه تو دسته اینک آگهی بازرگانی خوفه دیگه بچه ها هر شب باید مسواک بزنن متهم بعدی بیاد بیریم مسافر اتاق 311 بیا متهم اتاق 311 بیا تو بایسته چه متهم خطرهاکی هستی چیه هستی چیه بگو شلقه چیه ما میدونم شلقه چی چیه هست آدم کشم دیدی آدم کشی؟ دیدی آقای پوپارو عکس میگیرم آدم کشم بعد میبرم با عکس مطابقت میدم بعد میرم میدم به صاحبش خب حالا به این جرمهای شما بعدا رسیدگی میشه در چهارم ژوئن 1974 یعنی دیشب آیا حوالی آشپزخونه رفت و آمد داشتی یا نداشتی؟ گفتی در حواری کی؟ دیشب تو آشپزخونه من دیگه حرفی ندارم اجازه بدی؟ نه ببخش اجازه بدی؟ بذار گفتی در حواری کی؟ دیشب ساعت 12 شب تو آشپزخونه برا من میتونستم در اون ساعت اونجا باشم چطور مگه؟ به نظر میاد که یکی از تاروی سیبیل شما اندکی به خامه آغشته شده راجع به این قضیه چه توضیحی دارید ارائه بدید؟ مگه چجوریه؟ سیبیرا؟ خیلی خوب بسه دیگه نه میگم من اولا که در حضور وکیلم همه چی رو میگم خب وقتی که من رسیدم دیگه داشت نفس آخر میکشید که من نفس آخرش خوردم دیگه دیر رسیدم خب پس آقا خلاصش کردم تا اطلاع ثانوی از هتل خارج نشید اگر بیگناهی شما ثابت شد که من خودم مرخصتون میکنم همه میدونن که من هتل رو هستم برای همین از هتل خارج نمیشم و داخل میشم برو دیگه برو برو پس بر بعدا رسیدگی میشه و اینک دوباره آگهی بازرگانی شیرنی و آجیل زیاد برای بچه ها مضر است خب سرباز رست هی لیدی جیگر مسافر اتاق 312 احضار میکنیم بیریم سلول خاکستری بود چی بگیم بیا لیدی جیگر جان بیا تو
آقای پوالو میخواد سوال کنه. خب شو پقلوق جیغلوق شو پقلوق لوق منوی. شما خانم علی رغم ظاهر فریبنده و ثروتمندتون بسیار باطن خری داری. جیگرم دوازده نیمه شب دیشو تو آشپزخونه یه صدای آوازی در هنگام قتل به گوش رسیدی. شما باید بخورین، من با آواز او قاتل با تاب قدم بخور یه درم بخور برای بر. همین سنا بود. چرا آقای پوبارو جورو، من خود همین صدا رو شنیدم. اما اون پشت دیفار بودن، جلو نبودن، ولی بعدشان گفت جیگرم. سرباز رست پشت لب شما آغشته به تکیه های گیلاس هست. چه توضیح برای این داده را بیدی؟ نه من فقط یه ارزه اون گیلاس رو خوردن، روش با جله چسبیده بود به همشه که من نخوردن که همه شما را فرا میخوانم. بلار بسیم برا. ای زن مقتول، گوشه این موه شما به کاکاو کیک آلوده است. پس شما دست داشتین. شما سرباز رست. پشت لبتون تکه های گیلاس دیده شده. پس شما هم در خوردن کیک دست داشتین. شما لیدی جیگر. آواز قاتل و آواز شما بسیار شباهت داشته. در ضمن لبتون هم آغشته به کاکاو است. پس شما هم دست داشتین. بیبارو من هیچ نسبتی با این مقدور ندارم. من فقط یه لیست زدم. لیست زدن خود جربه. و شما آقا که اصلا گرفت زده بسه دیگه، بازی تموم شد. دسته بارا من به وکیلم زنگ زدم، میخواستم جربه اون صحبت بکنم، مثل که نبود مجبور شدم که چون فهمیدی من الان چیز بکنم. دسته بارا تکون نخور. باشه چشم تکون نمیخورم. من تکون نخورده بودم. گفتم تکون نخور که من خطا نکنم دیگه. وای نصفم رفت. نصفم داشته باشین. هر حرفی که بزنین در دادگاه علیه من استفاده خواهد شد. من خودم به 10 سال زندان محکوم میکنم. دیگه که فهمیده. بچه ها آقای مجری کیک گرفته. بازی بسه دیگه، بیاییم بریم کیک بخوریم. وقت برنامه‌مون تموم شده، با همتون خداحافظی میکنیم تا بعد. خوب و خوش و سلامت باشید. خداحافظ شما. آقا بایی من که دیره کنه بودم کیک. ها کیک اومده. ها عربی ها کیک اومده. آقا هستم شو خوب بود. من برم شماره جدید. گلاب بو گلاب بو گلاب بو. Hello?